یار باشیم و انتشار ویدیویی از مراسم جشن عقد موقت یک دختر بچه و مردی جوان در لیکک شهرستان بهمعی در استان کهگیلویه و بویر احمد ایران واکنش‌های بسیاری را در شبکه‌های اجتماعی ایران برانگیخت. با فشار افکار عمومی و پیگیری فعالان محلی، مقام‌های قضایی در این استان امروز عقد این دختر بچه 11 ساله را باطل کردند. از مخاطبان در مورد این ویدیو و مشاهده آنها از پدیده ازدواج دختران زیر سن قانونی در ایران پرسیدیم. این منتخبی است از نظرات آنها. من توی یه روستای زندگی میکنم از روستای آذربایجان غربی که کلن دختراشون در 10-12 سالگی باید ازدواج کنن که بالا 14 سال بمونن. منظورشون اینه که ترشیدن دیگه، وقتش ازدواجشون گذشته. دخترانی که مثلا فعلا هیچی حالشون نیست و از زندگی هیچی نفهمیدن میرن خونه بخت و از هر بابت به مشکل برمیخورن. واقعا دختری که از زندگیش هیچی نفهمیده چرا باید مثلا بره به عنوان یه کدبان توی یه خونه خدمت کنه؟ اونم توی یه روستا که کاری به جز نظافت و تمیزکاری طویله چیزی ندارن. یه سری واکنشا بین پسرای تحصیل کرده بود که سنشون هم کم نیست، یعنی احتمالا همسن همین آقای دامادی هستن که توی این تصاویر دیده میشن، و متاسفانه در مورد بعد جنسی این دختر بچه ها همیشه بهشون نگاه میکنن، یعنی مثلا میگن لباش اینجوریه، بدنش اینجوریه. واقعا نمیدونم که فقط آیا تغییر دادن قانون باید اتفاق بیفته یا مثلا دیگه چه آموزشی، یا اگه باید تغییر آموزش بشه چه آموزشی. یعنی پسری که تا کارشناسی ارشد درس خونده باز مثلا به بچه 11 ساله 15 ساله 9 ساله دید این گونه داره، نمیدونم واقعا یا باید شرایط تربیتی عوض بشه یا اینا واقعا بیمارن. اگر شما به فضای اون مراسم عقد توجه بکنید، مورد تایید همه بود و همه از این ماجرا راضی بودن. شما جماعتی رو باهاش روبرو هستی که به لحاظ فرهنگی این ازدواج رو پذیرفتن و این موضوع تسری داره در قسمت‌هایی از جامعه ما. خب این مشکل در گذشته هم بوده و در آینده هم اتفاق خواهد افتاد، نه تنها در ایران، بیشتر کشورهای اسلامی همچین مشکلاتی رو دارن. تا زمانی که سیاست از مذهب جدا نشه همچین اتفاقاتی رو خواهد داد. دعا میکنم که به زودی در ایران سیاست از مذهب جدا بشه. پگاه بنی هاشمی، حقوقدان و فعال حقوق کودکان و زنان، اینجا در استودیو با ما هستن. خانم بنی هاشمی، عقد رو باطل کردند، مقام های محلی وارد شدند، تا چه اندازه موضوع حل شده به نظر میاد؟ در این مورد خاص ممکنه که به اصطلاح اون دختر مورد حمایت قرار بگیره به خاطر واکنش های زیادی که در پیداشون ویدئو، ولی در مورد کلی، به صورت کلی، چون قانون از این موضوع حمایت نمیکنه، نمیتونیم خیلی بهش امیدوار باشیم. در حقیقت این هستش که این یه بحث طولانیه که چندین بارم به صورت لایحه در مجلس مطرح شده، و دفعه آخری که به اصطلاح این لایحه رو به صحن مجلس فرستادن، کمیسیون حقوق قضایی حتی با مطرح شدن ممنوعیت ازدواج زیر 13 سال که حداقل اون لایحه مطروحه بود، اونو مورد پذیرش قرار نداد، و این نشونه خوبی نیست. این نشون میده که بنابراین هنوز قانونگذاران ما در مجلس نظر مثبتی نسبت به مسئله کودک همسری ندارن. جامعه ایران در تحول میدونیم، ولی چقدر پدیده‌های مثل این عامه، خصوصا در شهرهای کوچک، در روستاها؟ ببینید، باید اینو این مسئله یه مقدار مسئله اجتماعیه، و مسئله این ازدواج، من خواهشم این هستش توجه مردم به این باشه که وقتی ما صحبت از کودک همسری میکنیم، یه عده این رو اشکال میگیرن و اینو حالت عشقهای رومئو و جولیتی برمیدارن، در صورتی که مسئله ازدواج کودکان در اون سن، دختر بچه ها در اون سن، کاملا برمیگرده به مسئله اقتصادی. یعنی مسئله صحبت این هستش که با افزایش فقر و به اصطلاح سطح اجتماعی اون استانهایی که یه مقدار حالت محروم دارن،
مسئله کودک همسری هم یه پدیده ای هستش که خیلی ارتباط مستقیمی با این داره، یعنی با افزایش فقر کودک همسری رو ما بیشتر شاهد هستیم، چنان که مثلا در طی سالهای گذشته همینطور که به اصطلاح از سال 95 به این سمت که نزدیکتر میشیم که جامعه ایران یه جامعه با مشکلات اقتصادی بیشتری همراه بوده، ما شاهد کودک همسری بیشتری هم هستیم. اشاره کردید که این دختر مورد حمایت قرار گرفته. وقتی به ویدیو نگاه میکنیم به نظر نمیاد که اعضای خانواده حاضران در اون مجلس اعتراضی داشته باشن، اگرچه خب پدر عروس و همینطور شخص داماد دادگاهی شدن. در اینطور جاها چطور میشه از احساس امنیت افرادی مثل این کودک اطمینان حاصل کرد؟ این مسئله برمیگرده به رسوماتی که بعضی از شهرها و بعضی استانها از سالها پیش داشتن. موضوع این هستش که نه، اصلا ما نمیتونیم شاهد این باشیم که خانواده ها مخالف باشن، برای اینکه پیشتر صحبت کردن حتما. و مسئله این هستش که همونطور که پیشتر هم اشاره کردم، مسئله موضوع اقتصادی. ببینید در کلان شهرها ما بحث شیربها رو دیگه نداریم، در صورتی که در جاهایی که هنوز مسئله کودک همسری پیش میاد ما بحث شیربها، بحث مهریه، موضوع مسئله مالی هستش که خانواده ها با هم دیگه توافق میکنن و کسانی که کنشگر اجتماعی هستن بارها با این موضوع مواجه شدن که حتی زمانی که مثلا دختر برمیگرده و از موضوعی شکایت میکنه، این رو به وضوح شنیدن که مثلا صحبت شده که ما تو رو فروختیم دیگه، این چیز مال اونا هستی، یعنی مثل یه حالت به اصطلاح مالکیت این دختر بچه رو در اختیار خانواده همسر قرار میدن. اشاره به لایحه کردید در ابتدا، مقامات حکومتی اینجا برخورد کردن، این نشانه جدی گرفته شدن موضوعه؟ امیدوارم همینطور باشه. به هر حال ببینید مسئله رسانه ها و شبکه های اجتماعی این روزا خیلی تاثیرگذار هستن، میتونن کاملا افکار عمومی رو روی این مسئله به اصطلاح بیشتر منعکس کنن، نظرات رو منعکس کنن. و مسئله دیگه ای که هستش این که ببینید تو این چند روز خیلی صحبت کردن که مثلا چرا تصاویر این دختر پخش شد و این یه سری مشکلات رو بر ضد حقوق کودک داره، ولی در عین حال همین پخش شدن همین ویدیوها احساسات عمومی مردم و افکار عمومی رو به خودش جلب میکنه. ضمن اینکه من اینو توصیه نمیکنم، یعنی کار حقوقی و قانونی ممکنه نباشه، ولی پخش اون ویدیو کمک میکنه به افکار عمومی که مردمی که مخالف این موضوع هستن و بعضیا من تصورم اینه که دقیقاً تصوری از یک کودک 11 ساله و 12 ساله ندارن. موضوع این هستش که قانونگذار میتونه حمایت کنه. شما زمانی که میان با لایحه ازدواج زیر 13 سال مخالفت میکنین، بنابراین راه قانونی هنوز برای خانواده ها هست، چون بسیاری از خانواده هایی که در اون استان های محروم زندگی میکنن اصلا ازدواج ها رو ثبت نمیکنن، به صورت یه محرمیت و صیغه شرعی خونده میشه و بعدن مراجعه میکنن برای ثبت اون. بنابراین ما نمیتونیم آمار دقیقی از اونا داشته باشیم، نمیتونیم همه رو مورد حمایت قرار بدیم، اما اگر این لایحه بار دیگه مطرح بشه امیدوارم که حداقل با ممنوعیت ازدواج زیر 13 سال دخترها موافقت بشه. ممنونم از پگاه بنی هاشمی، حقوقدان و فعال حقوق کودکان و زنان.